لن خودورکوفسکی مشاور ارشد سابق نماینده آمریکا در امور ایران از نیوجرسی به ما پیوسته. آقای خودورکوفسکی، میدونید که تنش بین ایران و اسرائیل بسیار زیاد هست در این روزها و به کشورهای دیگر هم کشیده شده، از جمله همینطور که در خبرمون گفتیم در ترکیه. فکر میکنید چقدر داره شرایط منطقه عوض میشه با توجه به نزدیکی که الان بین اسرائیل و ترکیه میبینیم و پیش از اون نزدیکی که اسرائیل با کشورهای حاشیه خلیج فارس نشون داده؟ به نظر من که خیلی اهمیت داره که بدونیم که اسرائیل و ترکیه دارن با هم همکاری میکنن، مخصوصا در مورد مسائل امنیت ملی و اینکه در واقع هم شهروندان همدیگر رو دارن حمایت میکنن و اونها رو حفظ میکنن. خیلی اهمیت داره که اسرائیل میتونه تروریست ها رو میگیره در خاک خودشون. این خیلی خبر خوبیه، چرا که جمهوری اسلامی نه تنها تهدید برای اسرائیل بلکه برای همه کشورهای منطقه. اون در واقع توسعه طلبی انقلابی که اونها دارن و فلسفه‌ای که سالها دنبال کردن در این زمینه که این در واقع ادامه داره به عنوان یک تهدید. اینها کسای زیادی رو ترور کردن، که تلاش کردن کسایی رو بدزدن، کسایی رو دزدیدن. اینها وضعیتی، این شیوهیه که اینها کار میکنن، شیوهیه که اینها عمل میکنن. تهدید برای همه، تهدید برای اسرائیل، تهدید برای ترکیه، برای همه کشورهای منطقه و همه باید بتونن یک زمینه مشترکی پیدا بکنن که بتونن برای تروریسم ایران مبارزه بکنن. آقای خودورکوفسکی، این ائتلافی که به نظر میاد در منطقه داره شکل میگیره، به نظرتون چقدر این احتمال وجود داره که با افزایش تنش‌ها وارد یک منازعه جدی با جمهوری اسلامی بشه؟ منظورم یک درگیری تمام عیار نظامی است. خب ایران با در جنگ بوده در 40 سال، در 43 سال گذشته. فقط سوال اینه که در واقع چقدر این جنگ رو سخت میکنه یا چقدر این جنگ رو روشن میکنه برای همه. این در واقع نقشه هایی داشته برای قدس، برای سپاه قدس و برای سپاه پاسداران که بتونه در واقع در منطقه کارهای خودش رو به پیش ببره و کارهای تروریستی خودش رو ادامه بده و همچنین تأثیر بذاره بر روی سیاست‌های داخلی کشورهای منطقه. ایران در واقع در این زمینه بسیار فعال بوده و در جنگ بوده. این مسئله سمقت، این مسئله اینه که در واقع اسرائیل و بقیه کشورها چطوری میخوان جواب بدن به این حرکت‌های ایران، تنش‌های ایران. ایران در واقع تبدیل شده به یک نیروی که هیچ نیروی دیگه به اندازه اونها ثبات منطقه رو به هم نمیزنه. اسرائیل و کشورهای منطقه در واقع یاد گرفتن که در پیمانهای ابراهیم و در جای دیگه باید به هم همکاری بکنن در مقابل این مسئله که ایران درست کرده. و در واقع این یکی از دلایل مهمی برای پیمانهای ابراهیمی بوده. تا زمانی که ایران در واقع متوقف کنه و تهدیدات خودش رو بر روی مخالفان خودش، بر روی کشورهای دیگه در واقع و کشتن عرب‌ها و فرستادن موشک‌ها به عربستان و کشتن عرب‌ها در جاهای مختلف عربستان، یمن، این برای مدت زیادی در واقع تداوم داشته این مسئله. و در واقع سوال اصلی برای جامعه جهانی اینه که چطور اینها رو بتونن متوقف بکنن. خیلی از نگاه‌ها الان متوجه مذاکرات احیای برجام هست و نگاه‌ها متفاوته. بعضیا میگن شاید به نتیجه برسه، بعضیا دیگه میگن خیلی شکننده هست این مذاکرات. همین هفته پیش از جان بولتون پرسیدم نظرش چه است و اون میگفتش که حتی اگر مذاکرات به نتیجه برسه، خطر یک درگیری بین ایران و اسرائیل بیشتر هست. آیا شما هم همین نظر رو دارید؟ من خیلی بدبین هستم در مورد چه در واقع نتایج این توافق یا نتایج این گفتگوها چه خواهد بود. اون چیزی که در واقع تا الان درست شده، این نتایجی که دارن در بر داشته و نتایجی که در آینده در بر خواهد داشت، در حال حاضر تا این منطقه، تا این نقطه، دولت بایدن تلاش کرده که با این کارهاش در واقع رژیم رو تقویت کرده و رژیم بودجه دفاعی خودش رو افزایش داده. در زمانی که در واقع ماکسیمم پرشر بود، کمپین فشار حداکثری بود، این بودجه به حداقل خودش رسیده بود و کشور در وضعیت بدی به سر می برد. مردم داشتن تظاهرات میکردن بر علیه رژیم، همونطوری که الان هم دارن میکنن. اما در یک سال و نیم گذشته
فضایی رو پیدا کردن ایران، رژیم ایران که بتونه در واقع برگرده به نفت فروخته به چین و باعث شده که پولی در بیاره در این زمینه و بتونه، به خاطر این بوده این مسئله که امریکایی ها نتونستن خودشون این تحریمایی که گذاشتن اجرا بکنن و در نتیجه ایران پولدارتر شده و تقویت کرده تحقیقات خودش رو در زمینه نظامی در زمینه هسته‌ای و باعث شده که تشجیع بشه برای این که تهدید بشه برای کشورهای منطقه و تشجیع شده برای این که بتونه در واقع تهدیدی بشه برای همه. و این وضعیت، این کارهایی رو که می‌بینیم که مثلا در ترکیه انجام داده نتیجه این بوده، می‌دونیم که کارهای زیادی رو انجام دادن و باعث شده که در واقع تمام تلاشایی که شده به عقب برگردونده بشه و این مسئله باعث شده که در واقع ایران بتون تقویت بشه و این خیلی اشتباه بزرگی که این مسئله رو ادامه بدیم، اشتباهی که در واقع در دو طرف کسایی وجود داشتن که در دو طرف احزاب مختلف دنبال این میگردن که یک استراتژی جدید رو برای ایران پیدا بکنن. آقای خودروکوفسکی اشاره کردید به اعتراضات و تظاهرات در ایران، بله اینها در جریان بوده، بعضی شکست‌های اطلاعاتی و عملیاتی ایران داشته، حتی در تأسیسات نظامیش داشته، ولی واقعیت اینه که به هر حال زیر تمام این فشارها ایران برنامه هسته‌ایش رو گسترش داده، غنی‌سازیش افزایش پیدا کرده و بسیاری از سرویس‌های اطلاعاتی و تحلیلگران مستقل میگن به آستانه توانایی ساخت یک سلاح هسته‌ای بسیار نزدیک شده. گمان نمی‌کنید آیا که شاید دیگه خیلی دیر شده باشه و آن مرحله‌ای که خیلی از غربی‌ها و به خصوص اسرائیلی‌ها نگرانش بودن بهش رسیدیم؟ نه، خیلی دیر نیست من فکر می‌کنم، چرا که در حال حاضر هم هنوز علیرغم این که در واقع یورانیوم زیادی داره، اما هنوز این در واقع روشی رو که لازم داره که بتونه این سلاح هستی رو بتونن ازش استفاده بکنن رو ندارن که بتونن این رو در واقع به عنوان موشک استفاده بکنن ازش، و این چیزی هست که در واقع امریکایی ها و همه همپیمانان این مسئله میدونن و هر کشوری که در واقع کشور معقولی باشه این رو به عنوان یک تهدید حساب میکنه و باید در مقابل این مسئله بایسته. مطمئناً یک جایی در واقع موقعی که قصاب تهران رئیسی و در واقع موقعی که وزیر خارجه دیدار میکنن با روسا و موقعی که در واقع این کارها رو دارن انجام میدن در سطح بین المللی، این باعث میشه که تلاش جامعه بین المللی سخت‌تر بشه، اما هنوز مسئله تمام نشده و هنوز این امکان وجود داره که بشه در واقع جلو ایران رو بگیریم و جلو بگیریم از اینکه ایران به سمت بمب اتمی بره. به نظر من این امکان وجود داره هنوز که این احتمال وجود داره که بتونیم روند رو تغییر بدیم، روند دولت رو بتونیم برگردیم، و اگر برگردیم به فشار حد اکثر این امکان وجود داره که این رژیم رو که بزرگترین حامی تروریسم در جهان هست متوقف بکنیم و باید این مسئله رو باید بتونیم به سمتی ببریم که فشار بیشتری روی ایران بذاریم که بتونیم به جای غیر بازگشتی برسیم. ممنونم از شما. لن خودروکوفسکی، مشاور ارشد سابق نماینده آمریکا در امور ایران از نیوجرسی در شرق آمریکا با ما.